خب تا اینجا توابع ترکیب با ایف رو یاد گرفتیم اما میخوایم یه خورده بیشتر توسعه بدیم و چند تابع مشابه رو در همین بخش اضافه کنیم تا این بحث رو با هم ببندیمش تو مثال شماره 11 ما گفتیم که میخوایم جمع بزنیم که در این ستون آقای کریمی چه تعدادی فروخته دبل کلیک کردم ستون اومد ستون اول ستون شرط مقدار شرط ستون پاسخ داره میگه توی این ستون هر وقت کریمی دیدی در این ستون تاد خیلی بران جمع بزن که جواب در اومده 730 یعنی 730 تا 730 تا دونه تعداد رو آقای کریم برای من در اومدش خریدش انجام بده بیاید مثال شماره 16 رو که الان رئیس اون من گفته پاسخ بدیم من ظاهرشم درست کنم مثال شماره 16 بیسون برگشته میگه که تو من گفتی که آقای کریمی چه دادی خریده میگم آره میگه سوال مثلا این نبود که خب میدونی رئیس من یه خورده دنباله میگه که من از کار بیکار کنه و منم یه ذره چون کارو دوست دارم و شرط کاریم سخته دنباله میگردم که حتما جواب سوالشو بدم برگشته هم میگه که به من بگو که آقای کریمی در شهر تهران چند تا فروخته میگم یه باری تکرار کن آقای کریمی تو این باشه شهرش هم تهران باشه تا اون حساب کنم برات خب تابع سام ایفی که ما داشتیم و من دوباره می اینجا برای شما سام ایف پرانتز باز میگه نایه شرط رو بگو و مقدار رو بگو دو تا شرط بررسی نمی کنه فقط یه شرط بررسی می کنه یا بررسی می کنه کریمیه جواب به شما میده یا بررسی می کنه فروشن... محل فروشش مثلا فرض کن تهرانه به شما جواب میده این که هم کریم باشه و هم تهران بررسی نمیشه بریم این تابه دیگه داره نگاه که میکنم سامیف رو دارم مینویسم میم سام ایف سم داره دقیقاً سام ایف تابعیه که در اون چند شرط بررسی میشه و اگر جواب چند شرط درست باشه عمل جمع انجام میشه مثالش همین مثالی که گفتم رئیس گفته که برو بررسی کن ببین آقای کریمی هست و شهر تهران بود به من بگو چه تعدادی خرید انجام شده در واقع کریمی در شهر تهران چه تعدادی خرید انجام داده تابع سامیفس که یک نه بیش از یک شرط رو بررسی میکنه دو سه چهار تا تقریبا 127 شرط میتونه بررسی کنه یعنی چی برو ببین کریمی در تهران مهره ها رو بیش از قیمت 120 تومن چند تا دونو فروخته چند تا شرط شد هم کریمی باشه هم تهران باشه هم مهره باشه هم قیمت خریدش بیش از 120 تومن باشه همین اتفاق افتاد حالا برو ببین قیمت یا نه تعداد خریدش چند تاست من مثلا دو تاییه دو تا شرط داره سامیس رو باز میکنم میخونم سام رنج عمل جمع کجا میخواد انجام شه انتخاب میکنم کاما کریتریا رنج یک ناهی شرط اول بالا بزنم که شما راحت ببینید کاما کریتریار یک تو این ناهی دنبال چی میگردی؟ کریمی رو انتخاب میکنم نسبی مطلقم نمیخواد تغییر بکنه نسبی همون بمونه کافیه چون من درک دراب سمت چپ و راست و بالا پایین انجام نمیدم انتخابش میکنم کاما شهر رو انتخاب میکنم ناحیه کریتریا رنج دو کاما تو سبزه دنبال چی بگرده یکی از نمونه تهران رو انتخاب میکنم یا میتونم تایپ کنم دابل کوتیشن تهران دابل کوتیشن تموم شده است کریتریا رنج یک نایه شرط اول کریتریای یک یک از کریمی ها انتخاب شد کریتریای رنج دو نایه شرط دوم و تهران آیا ترتیبش مهمه نه مهم نیست میتونم اول ستون شهر رو بگم و بعد مقدارشو رو بگم میتونم به همین ترتیب پرنز ببندم یا نه شرط سوم و مقدارش رو امتحان کنم پرنز میبندم دو تا شرط و مقدار 280 محصول رو آقای کریمی در شهر تهران اول خریدشون رو انجام داده این شد مثالی از سام ایفس پس سام ایفس میاد عمل جمع رو در وقتی که چند ستون رو بررسی میکنه برای ستون دیگه محاسبه خواهد کرد به سراغ مثال 17 مثال 17 میگه که دقیقا معادله مثال قبلی میگفت در تهران ما چند تا خریدیم مثال 17 رو بیاید جالبتر و یا خود کنیم برای اینکه یه مقدار سخت تر بشه بیسون برگشته میگه که شما بیا بررسی کن مثال قدیم بود تو تابع اوریج ایف بیا بررسی کن میانگین تعداد خرید اگر فروشندش آی حسینی باشه و قیمت خریدش بیش از 400 تومن این مثال خیلی خاصه ما تا نداشتیمش ببینیم چجوری کار میشه کرد میزم اوریج فارسی نه انگلیسی اوریج ایفس خب اوریج رنج کجا میخواد در نهایت اوریج برات بگیرم تا خرید میخوام میانگینش حساب کنی کریتریا رنج یک اگر در در اومش گفتش که محل فروش در این ناحیه شهر چی رو مشاهده کردی مثلا تهران حالا ممکن تو عنوان سوال من میگم اصفهان یا تهران خیلی برام فرق نمیکنه شما میتونید مثال مختلف امتحان کنید شهر تهران شهر اصفهان برام خیلی مهم نیستش اینجا گفتم دوستتون آبی رنگ بیا عمل اوریج انجام بده اگه تو قرمزه کلمه تهران رو دیدی کاما و قیمت خریدش نایه شرط دوم اگه دقت کنید وقتی انتخابش میکنم کریتر رنج دو برد شده کاما خب تو این ستون سبزه چی رو ببینه بیش از 200 تومن این اولین باری که من از این روش استفاده میکنم برای مقادیری که میخوام نگم برابر 200 تومن اگه برابر 200 میخواستم مثلا می نوشتم 200 اما اینجا گفتم چی بیش از 200 ببینیم پرانتز ببندی ببینیم جواب میده متاسفانه پیغام خطا میده اکس میگه من با این فرمول شما مشکل دارم بریم مشکلشو با هم بررسی کنیم ببینیم چیه اصلا اجازه نداد این کار انجام بدم شاید به همین از 200 ولی بله واقعا من همین میخوام من میخوام واقعا از باشه برگردیم به اول کلاس و این رو اینجوری بنویسیم مساوی اوریج ایفس پرنزو باز ولی از اینجا نمیخوام بنویسمش میخوام برم کجا با اینجا بنویسمش نمیسم مساوی اوریج اوریج او ایفس دبل کلیک میکنم تا بیاد بالا تابم نمیرم در فرمولا روی همین افکس دبل کلیک میکنم یا کلیک میکنم پنجره شرط اوریج باز میشه این پنجره قبلا ما با هم دیده بودیم گفتم اگه تابعتون سخت بود میتونید اینجا واردش کنید میخوام نکته رو با اینجا حلش کنم میگه اوریج رنج کجاست میگم نایه تا خرید میره پایین کیتر رنج یک چیه میگم این نایه است میگه کریتری یک چیه میگم تهران کیتر رنج دو چیه میگم قیمت خرید میگه کریتریایی که در اینجا باید بررسی کنم در قیمت خرید چیه میگم بزرگتر از از 200 تومان اینجا رو خوب دقت کن مثلا بهتر 200 تومان به معنی که تو یک از بالایا کلیک میکنم یا نه اصلا اوکی میکنم در کمال تعجب جواب به دست میاد چه فرقی کرد من که همونجوری نوشتم به تابه رو با هم دیگه کلیک کنیم و ببینیم شاید براتون جالب باشه که وقتی نشم بهتر از 200 تومان خود اکسل دوره بهتر از 200 تومان دابل کوتیشن گذاشته و من میگه که دوستان 200 دیگه عدد نیست تر از 200 عدد نیست بویتر از 200 دیگه دوستان عدد نیست دابل کوتیشن میخواد و خوش اصلاح میکنه در واقع اگه تو همون مثال قبلی خودم مینوشتم بدون ببینم بنویسم بزرگتر از 200 و رها کنم اینتر کنم که جواب نمیداد بعدا چیکار کنم دابل کوتیشن رو بزنم سوال مگه بویتر از 200 عدد نیست که درست دابل کوتیشن میذاری نه خیر 200 عدده شما اگه 200 رو بذارید اکسل باش هیچ مشکلی نداره ولی وقتی از رو بنویسید دیگه این عدد نخواهد بود یک متن یا یک کارکتر کنار یک عدد که اکسل اون چی در نظر میگیره که اکسل اون به معنی متن در نظر خواهد گرفت و چون توی سکشن جداگونه است باید تعیین تکلیف شه بالاخره یک متن یا بده بالاخره یک دونه عدد این هم شو مثال اوریج ایفز با یک نکته نسبتا جدید بریم سراغ مثال کانت ایفز و بحث و روش ادامه دیم من فونت رو هم درست کنم و بریم سراغ این. تو مثلا قبلی که ما انجامش دادیم رئیسمون گفته برو بررسی کن ببین برو بررسی کن ببین مثلا مقدار صد چند بار خرید شده برگشته الان به من میگه که برو بر من بررسی کن کریمی در تهران چند بار فروخته ببین تعداد خرید نمیخواد دفعات کریمی باشه و تهران خب این نکته دوباره تکرار کنم در سام ایفس اوریج ایفس و کانت ایفس بین شرط ها انده یعنی چی یعنی اگه چند شرط داره بررسی میشه اگر همه شرط ها درست باشه سراغ پاسخ خواهد رفت و ما در اوریج ایفز کانت ایفز و سام ایفز اصلا اور نداریم یعنی چی؟ که با مثالتون توضیح بدم من مثلا کانت ایفز پرانتز باز میگه کریتر رنج یک میگم این ناهیه میگه تو این ناهیه دنبال چی بگردم؟ میگم دنبال مثلا تهران میگه کاما رنج دو رو بولد کرده. تو این ناحیه رنج دو دنبال چی بگردم مثلا دنبال مثلا فرض کنید دنبال کریمی بگم یکی از کریمی رو انتخاب میکن. خب پنز بسته این چیکار میکنه تو آبیه دنبال تهران میگرده و تو این یکی بنفشه دنبال کریمی یعنی چی این تهران خیر دیگه ولش کن که اسم فرجان چیه چون باید هر دوش درست باشه پس کانت ایفس هر دو رو با هم چک میکنه این تهران نخه این تهران نخه این تهران بله کریمی هست متاسفم به درد نمیخوره تهران کریمی نیست تهران نیست چی تهران نیست چی تهران بله کریمی هست درسته یک تهران بله کریمی هست دو و جواب که شما برمیگردونید چند خواهد بود دو خواهد بود دوستان دست سامیفس اوریجیس و کانتیفس همون که گفتم چند شرط بررسی خواهد شد وقتی همه این شرط ها همزمان درست باشن یعنی اند بین شرط ها بقراره. در این صورت به شما نچا برمیگردونه به شما برگشت خواهد داد اگر از من میپرسید که تهران باشه یا کریمی متاسفانه اوریج ایفز، کانت و سام به شما جوابی نداشتن که بدهند این موضوع رو در دسته توابع بعدی و پاسخ به این رو در دسته بعدی بررسی خواهم کرد